بعد از سفر وزیران اقتصاد ایالات بایرن پایتخت شهر مونیخ، بادن وورتمبرگ پایتخت شتوتگارت، هسن پایتخت ویسبادن، اولاف لیس وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن پایتخت هانوفر از حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد در ماه نوامبر برای ایجاد نمایندگی ایالت مزبور در تهران به ایران خواهد رفت. سفر رسمی دیپلمات‌های آلمانی به ایران برای ایجاد رابطه اقتصادی بعد از پایان تحریم‌ها مورد توجه رسانه‌های گروهی آلمان، اپوزیسیون ایران در خارج و سازمان‌های مخالف دولت مرکل و رژیم ایران قرار گرفته و در این رابطه بیانیه‌های مختلفی منتشر کردند. بعد از سفر خانم ایلز ایگنر وزیر اقتصاد ایالت بایرن به ایران و اعلام این خبر که به 3 بانک ایرانی پارسیان، خاورمیانه و سینا اجازه داده در شهر مونیخ شعبه باز کنند، تعداد زیادی از گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی ایران و احزاب اپوزیسیون اعلام کردند با این عمل راه برای پولشویی ملایان و سپاه پاسداران باز می‌شود و آنها از این طریق می‌توانند راحت پولشویی کرده کمک‌های مالی خود را به تروریست‌ها ادامه دهند. در این میان نگرانی آمریکا بیشتر از دیگران است. آرمین هایدر رئیس بخش تجارت خارجی اتاق بازرگانی و صنایع بون، راین و زیگ در مصاحبه با نشریه اختصاصی اقتصادی پرس بوکس گفت صاحبان صنایع و بازرگانان مایل هستند در ایران فعالیت اقتصادی را آغاز کنند. بخشی از تحریم ها پایان یافته اما بخش دیگر آن مربوط به بانک ها و مستقیم مربوط به آمریکا می شوند. این تحریم ها هنوز وجود دارند و پیشبینی های ما برای شروع فعالیت اقتصادی با ایران در سال جاری درست از آب در نیامد و باید منتظر تصمیمات آمریکا باشیم. ایرج ربیعی، آلمان. بعد از سفر وزیران اقتصادی